با سلام مجدد خدمت شما عزیزان گل و تشکر میکنیم که تا این دم با ما همراه هستین و در این قسمت از برنامه خواستیم که یک قسمت از برنامه های سیاسی تلویزیون آرزو را که به نام با خبر است و بیشتر موضوعات سیاسی و موضوعات بیرونی و داخلی را به بحث میگیره با کارشناس های مختلف در این برنامه. البته بخش از این برنامه یک ساعته را به شما آماده کرده ایم که تقریبا 15 دقیقه است و شما هم این برنامه را تعقیب بکنین و برنامه با خبر هم همه قسمی که گفتم یکی از برنامه های سیاسی تلویزیون آرزو است که همیشه روی موضوعات مختلف سیاسی در افغانستان و جهان میچرخه و برنامه ای که آماده کرده ایم البته روی موضوع مذاکرات روسیه و همچنان نقش روسیه در حل بحران‌های جهانی و همچنان مبارزه مشترک روسیه که همیشه خواستارزی شده تا باشه کشورهای مختلف باید علیه گروه‌های تروریستی در جهان و منطقه مبارزه بکنه موضوعی برنامه است. میریم با هم یک جا برنامه با خبر می‌بینیم و دوباره باز هم با شما هستیم. سلام. نگرانی رو به افزایش روسیه از نزدیک شدن تهدید امنیتی به پشت دروازه های کشورهای همپیمان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از احتمال ورود شورشیان به کشورهای آسیای میانه به شدت نگران است. در حال حاضر در مرزهای تاجیکستان و افغانستان نیز حصار کشیده شده و نوار مرزی تاجیکستان از سوی نظامیان روسی کنترل می شود. این همه به دنبال موجی از ناامنی ها در شمال افغانستان است. و اما به دنبال نگرانی روسیه و همپیمانانش، جان کری در سفری به قرقیزستان از تهدید احتمالی افرادگرایی به کشورهای آسیای میانه اعلام نگرانی کرده است. چند پرسش: چه شد که تهدید به پشت درهای کشورهای آسیای میانه رسید؟ مسکو نگران چیست؟ جان کری وزیر خارجه آمریکا با سفرش به کشورهای همپیمان با روسیه چه می‌خواهد بکند؟ و در نهایت کار رد پای همکاری نظامی روسیه به افغانستان باز خواهد شد؟ این بحث با پایان. دکتر نجیب پیکان، آگاه سیاسی، و جنرال اتقالای مرخیل، آگاه نظامی، حضور مهمانان در این بحث را خوش آمدید میگویم و آغازگر بحث میشم با آقای جنرال. آقای جنرال، چی میشه که تهدیدهای امنیتی پشت درهای کشورهای آسیای میانه میرسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جنرال پیکان، همکاران تکنیکی شما و بینندگان بسیار عزیز شما. یک بازی بسیار بزرگ در افغانستان جریان دارد. امریکایی ها و غربی ها به خاطر فشار نظامی برای کشورهای مشترک المنافع اتحاد شوروی سابقه و روسیه امروز گروه جدیدی را به نام داعش در افغانستان به وجود آورد. یکی بعضا میگه از کجا آمده و چطور آمده، نه این یه دسانت نشده، طوری که خود پوتین و وزیر خارجهش بسیار به صراحت گفته که تعلیم تربیه داعش از جانب انگلیس و امریکا میشه. به این استناد ما میگم که این بازی در همه جا شروع شده بعد از اینکه ناکامی امریکا در اوکراین شد و هم در سوریه شد. بله. پس این بازی میشه گفت حداقل 3-4 سال است که برای انداخته شده. طبعا پروگرامش بسیار سابقه هست به هر صورت، ولی چیزی که بسیار مهم است، این نقطه بسیار مهم است، کشورهای مشترک المنافع یا چهار کشوری که به اطراف افغانستان است، اینا همیشه قبلا هم در زمان طالبان هم متاثر بودن از بنیادگراها. بنیادگراها در او وقت هم در روجه ریشه دوانده بودن، هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان، مخصوصا در ازبکستان، که از این سه کشور دیگر اگر ما بانیم که ازبکستان کشور بسیار مهم است. بله. میشه گفت که این بازی بزرگ از سوی امریکا و انگلیس را اندازه شده؟ همینطور؟ طبعا با اینا اندیشه و خود تشویش پوتین از ما تو نیست، تشویش پوتین از رقبای خود است. میخواد چه بکنه با این بازی بزرگ؟ ببینین وضع پوتین کاملا واضح است. پوتین کاملا واضح است که تا
تشویش داره که از داعش به این کشورها نبین، در اینجا مراکز ایجاد نکنه و بالاخره افغانستان یک تختی خیز نباشه. از همین خاطر است که اگر در اینجا بنیادگرایی شروع میشه در این چهار کشور، سرحدات روسیه را تهدید میکنه از یک طرف، ولی بسیار مهم اینجاست که در اونجا چچن است، اینگوش است، آسیتین است و کشورهای قفقاز است که اطراف روسیه را گرفته، در اونجا هم کشورهای مسلمان. پس میشه برداشت کرد که هسته گذاری داعش به خاطر سرکوب کردن رقبای امریکاست؟ کاملا کاملا. سپاسگزار. قی پیکان، چی میشه بعد از سقوط شهر قندوز و بعد سقوط ولسوالی در قد تخار نگرانی مسکو بیشتر میشه؟ بستر مساعده که بر پیدایش حضور اندیشه های بنیادگرایانه در افغانستان تا سال متنمادی برنامه ریزی شده و توسط کشورهای مغرض منطقه در حقیقت آبیاری شده. این فرصت را مساعد می‌سازد که تا هر کس بتانه به آسانی در اینجا سربازگیری کنه و حریف سیاسی و حریف نظامی خود از آدرس افغانستان و در نزدیکی با افغانستان بسیار به آسانی سرکوب کنه. افغانستان از نظر جغرافیایی نزدیک و همسرحد با کشورهای آسیا میانه است، بنان فرصت بسیار خوب بر غربی ها مساعد شده که بتانند در حقیقت کماکان متوجه حکومت افغانستان میشه. خب نباید کشورش حیات خلوت باشه. نباید فراموش کنیم که افغانستان اول یک حکومت مقتدر باثبات باید داشته باشه که از حق و حقوق مردم خود دفاع کنه، در حالی که ما حکومت های مصلحتی داریم، حکومت هایی که برخواسته از تفاهم هست، حکومت هایی که برخواسته از یک قرارداد هست و حکومت هایی که تقویه شده و اعلان شده توسط نیروهای قوی مثل غرب و مثل جان کری است که اعلان موجودیت حکومت افغانستان میکنه. من فکر میکنم تا زمان که حکومت مقتدر افغانستان هویت و مشروعیت خود از ملت افغانستان نداشته باشه و در حقیقت پشتوانه قوی مردمی نداشته باشن، در حقیقت نه تنها غربی ها، هر کشور کوچک و حتی کشور ضعیف و حتی غلام میتونه در اینجا بیاد به نوع دخل اندازی کنه که ما شاهدش هستیم. برمیگرده بر ازی که چقدر ما حکومت مقتدر باید داشته باشیم، چقدر به حساب تعهد سیاسی به خاطر حفظ منافع اصلی کشور داشته باشیم. هرچند بخش این که حکومت ها باید چه بکند در راستای همچه تهدید های از یک کشور علیه کشورهای دیگر، این مربوط به نظام بین الملل میشه، و اما نظام امنیتی در مورد چه حکم دارد در صورتی که اگر از یک کشور تهدید علیه کشور دیگری شود؟ ببینین، اول خود ما میخواییم بر شما بگیم که ما از یک مسئله دیگه بسیار حراس دارم. ممکن دولت ما نداشته باشه مگر ما ایره حراس دار. اگر داعش و طالب ها در سمت شمال یک آرازی را به دست بیاره، یک ولایت را به دست بیاره، روسای ایره تهدید مستقیم با خود میداره. بله. و دولت افغانستان هم نمیتانه که ایره مهار بسازه، بنام او را حق قانونی خود میدانه، میگه اگر بالای چیزی ما تعرض شوه، کشورهای مشترک منافع ما حق داریم از خود دفاع بکنیم. بله. و دفاع را چطور میکنیم؟ ما مراکزش از بین میبریم. ما قدرت هزیره نداریم که مراکز طالبه در پاکستان از بین ببریم. اگر نیم ما حق داریم، چرا وطن ما ویران میشه، مردم ما کشته میشه و از اون مراکز کشته میشه. بنان ما اگر قدرت هزیره میداشتیم، ما حق داشتیم که اونا را از بین ببریم. بنا اینا هم به ملل متحد مراجعه میکنه، ملل متحد اینا را بر حق بدان که بر ضد تروریسم و داعش که بر تهدیدشان ما مبارزه بکنیم. در اون صورت ما نسخه که به میدان جنگ تبدیل شده و قسمت شمال ما تحت ضربات بسیار مستقیم قوات هوایی روسیه قرار. بله. حالا فکر میکنین که ولادیمیر پوتین چی میخواه بکنه؟ کاملا شما گفتم که پوتین فعلا یک سیاست بازی میکنه، به این معنی که این تمام حرکات پوتین اختاریه هست. بله. اختاری هست برای افغانستان. اختاری هم از خود یک حدی دارد دیگه، بالاخره این اختاری میتونه نفوذ شود. کاملا این فقط یک اختاری است برای حکومت افغانستان که اگر شما نتانین، در اون صورت ما مجبور هستیم و ما احساس خطر میکنیم. یعنی در بعد نظامی حق دارد روسیه؟ کاملا. ما برای شما میگم، اگر کس میگه که ما درباره روسیه کدام چی نظری دارم، ولی ما میگم که هر حکومت، هر رئیس جمهور و هر صدر اعظم، او دو وظیفه بسیار مهمه داره در یک کشور. اول
دفاع از خاک خود بله. و منافع ملی خود و دوم مسئله امنیت مردم خود داره. ما خو پروازی که پر نداره، دولت ما خو امنیت خود نگاه میکنه نه از مردم خود، حتی در فکرش هم نیست. ولی اونا خو کشورهایی هستن که برای منافع خود و برای مردم خود سر خود میتن. بله، حالا اگر بنام. حالا هرچند آینده دور است این قضیه، شاید هم آینده نزدیک، و اما میتونه در صورتی که اگر روسیه واقعا تهدید شود، نه تنها روسیه بلکه کشورهای مشترک المنافع، جنگی که ممکن یا احتمالاً برا خواهد افتید در قسمت شمال افغانستان برای نابودی گروهک‌های توریستی، شبه به جنگ سوریه خواهد بود یا وضعیت افغانستان متفاوت تر از این ها؟ من فکر میکنم که فعلا روس‌ها در صدد تثبیت تهدید بالای آسیای میانه هستند و جامعه جهانی را طور شاهده باید که قناعت بتن. هنوز به عنوان یک قوت نتونستن که قناعت بتن، ولی در صورت کوچکترین اسنادی که بیانگردی باشه، برداشتی که از حرکت روس ها وجود داره، برداشت که از قاطعیت پوتین وجود داره، من فکر میکنم خیلی جدی است و تصمیم بسیار قاطعانه و جسورانه میگیرن و انتظار هیچ کشور دیگر هم نخواد بدن، در صورتی که اسناد اینا داشته باشن. بدل از اینکه گفته میشه که توریسم مرز نمیشناسه، بنان مبارزه با توریسم هم نباید مرز بشناسه. بس سوریه در حقیقت قاطعیت داره که چند ساعت بعد از تصمیم خود اجراد کرد، خودش گوشدار بود به کشورهای عریف و رقیبش که روسیه انتظار سروی های پروژه ای را نداره، بلکه عملا اقدام میکنه و بسیار تیز عمل میکنه. هشدار که ولادیمیر پوتین در نشستش در تاجیکستان داشت، یک پیام واضح داشت که اگر لانه های توریستی در افغانستان، در سرحدات افغانستان بین افغانستان و آسیای میانه جا بگیره، در حقیقت از عملات هوایی استفاده میکنه و کمتر انتظار گرفتن اجازه را داره. چی میشه که افغانستان بره اسلحه بخره، تجهیزات بخره و پولش امریکا بده؟ یک بسره که جنرال صد داشتن که به خاطر بدست آوردن اعتماد و نشان دادن استقلال حکومت افغانستان و از طرف نیاز اساسی از به چند دلیل سلاح روسی امتحان خود در راضی افغانستان داده. بله، مردم آشنا هستن چی کسی که آسیب دیده، چی کسی که آسیب رسانده، بنان اینا بنه با اصلی روسی آشنا هستن. سوال در اینجا پیدا میشه که در گذشته ها اتحاد جماهیر شوروی وقت حکومت موجود اون وقت افغانستان حمایت تسلیحاتی میکرد، برشان اسلحه میداد، یعنی سلاح روسی در برابر سلاح غربی میجنگید، یعنی در برابر کسایی که سلاح روسی قرار میگرفت، سلاح مصری بود، سلاح ایرانی بود، سلاح آمریکایی بود. ولی امروز جای سوال اینجاست که حکومت افغانستان با سلاح آمریکایی میجنگد در برابر سلاح آمریکایی، حکومت افغانستان با تجهیزات آمریکایی میجنگد در برابر تجهیزاتی که در دست مخالفین است. کجا هست تجهیزات روسی؟ بس در اینجاست که نیاز محسوس میشه که در حقیقت برتری تسلیحاتی ثابت میشه که اتحاد جماهیر شوروی در گذشته و روسیه فعلی از نظر تسلیحاتی هنوز ابرقدرت است در دنیا و رقیب اساسی غرب در رأس آمریکا. نباید فراموش کنید که از نظر اقتصادی چین است، از نظر ایدئولوژیکی ایران است و از نظر تسلیحاتی روسیه هست. بنان به هر قیمتی میشه باید برای اینا برنامه‌ریزی دقیق صورت بگیره. یک حکومت افغانستان تقاضای اسلحه میکنه. یک نکته دیگه هم میخوایم اشاره داشته باشم که در حقیقت پروژه هایی که با آمریکا تفاهم میشه آنقدر گران است، آنقدر قیمت است که تصورش هم مشکل است. شما میبینید که ما تیارات جنرال صاحب قطر میفهمند تیارات نظامی خریداری کردیم بدون اینکه استفاده شه، پس به آهنپاره برشان به قیمت آهنپاره دوباره همون کمپانی ها از ما خریداری کردن، در حالی که هنوز ما انتظار موثریت کار از چرخبال های روسی داریم و هنوز در داخل افغانستان از چرخبال های روسی استفاده شده. در اینجا یک موضوع رقم میخوره، اون برخورد منافع و همکاری مشترک است که حالا افغانستان به عنوان یک هسته و دو کشور بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا و روسیه هم به عنوان رقبا، میشه گفت که در همین تب و تاب کاری یا فازی وجود دارد تا برخورد منافع شکل بگیره، نه همکاری مشترک شکل بگیره نه برخورد منافع.
من برای گفت کاملا معتقد هستم که هر دو ساختار به نوع به خاطر انتقام گیری از همدیگر به خاطر نشان دادن قوت و کشاندن قوت به رخ همدیگر من فکر میکنم به نوع میدان میتن بر گروه های کوچک که اینا تبدیل میشن به مارهای آستین تروریست ها مرزه نمیشنسن تروریست ها تعود ندارن و تروریزم در حقیقت معتقد بر کدام تقوای سیاسی و عقیدتی نیستن با مو خاطر هر حرکت یک صورت میگیره دامنگیر مصیبتش دامنگیر کشورهای تامل کنندهش میشه در اینجا زمانه که حادثه 11 سپتامبر به اتفاق میفته یا زمانی که برخورد منافع بیشتر است در اینجا ببینید تضاد عبارت از تصادم منافع است بله تضاد عبارت از تصادم منافع تا زمانی که منافع از اینا دچار خطر نشه اینا با هم کار ندارن معنیش اینه که تصادم منافع صورت گرفته وقت تصادم منافع صورت میگیره در اونجا منطق حکم میکنه که تفاهم هم صورت بگیره و این تفاهم یا در برد و باخت یک طرف است یا در برد یک طرف است ابر قدرت ها تلاش میکنن که اول به برد و باخت قناعت کنن و یا در آخرین تحلیل بر برد قناعت کنن و سپاس از آقایان دکتر نجیب پیکان آگاه سیاسی و جلال از خدای امرتون آگاه نظامی و شما بینندگان ارجمند سپاس گزارم تا